از نظر مالی در موقعیتی نیست که بتونه کمکی بکنه، برای اینکه کمبود ارزی داره. به لحاظ تکنولوژی، به ویژه تکنولوژی آفشور، این در اختیار شرکت‌های معدود بزرگی است که ایران بدون کمک اونها از توسعه دادن منابع خود ناتوانه، به طوری که در فازهای مختلفی از همین پارس جنوبی دیدیم که مثلا پتروپارس قرارداد رو امضا کرده ولی بعد بخش آفشور یعنی بخش اقیانوسی اون رو به شرکت نروژی استاتول محول کرده است. این اشاره کردید به اینکه در بعضی از فازها در روی سکو ایران پیشرفت‌های پیدا کرده، در ساحل این پیشرفت‌ها در جای ممکن جلو هست و عقب هست. علت در واقع عقب ماندن، علت اساسی عقب ماندن ایران از قطر در این حوزه پارس جنوبی چه بود؟ بحث زمانی است که قطری ها شروع کردن یا ملاحظات سیاسی دیگری هم مطرح هست در این ارتباط؟ ملاحظه بفرمایید، قطر با تمام دنیا، با تمام دنیای پیشرفته تعامل داره، یعنی روابط دیپلماتیک آن بسیار دوستانه است بر تمام دنیای غرب، در حالی که ایران متاسفانه با سابقه‌ای که آقای خمینی در مسئله دیپلماسی گذاشتند و مشت آهنین و تو دهن زدن رو وارد اصطلاحات دیپلماسی کردن، با این وضعیت ایران ارتباط خوبی با این کشورها نداره و شما نمیتوانید که از یک سو سیلی بنوازید به گوشه، عرض کنم طرفاتون، از سوی مشت محکم بر دهان اونها بکوبید و از سوی دیگر بخواید که همکاریشون رو جلب کنین که بیان پولشون و سرمایهشون و تکنولوژیشون رو در جایی که امنیت کافی براشون تامین نشده صرف بکنند و صنایع شما رو توسعه بدن. طبیعی است که مسئله تجارت مسئله انسان دوستی نیست، مسئله برد برده که شرکت‌های غربی همان گونه که به سود قطر یا هر جای دیگری کار کردند، بیشتر به سود خودشون کار کردند و در نتیجه شرایطی که برد برد رو تامین کرده است در اونجا وجود داره، ولی در ایران این برای عرض کنم شرکت‌ها قانع کننده نبوده، به ویژه در حضور این تحریم‌ها که ملاحظه می‌کنن اگر در ایران فعال‌تر بشوند ناگزیرن که منافعی رو در جاهای بزرگتری از دنیا از دست بدن. آقای فشارکی، ما تلاش کردیم از ابتدای برنامه ارتباط تصویری با شما برقرار بکنیم، ظاهرا هنوز موفق نشدیم. ارتباط صوتیمون با شما برقرار هست. بشنویم نظر شما رو آقای دکتر فشارکی در مورد اجلاس امروز دوحه و بعد وارد جزئیات بیشتر و مسئله ارتباط ایران و قطر در میادین مشترک گازیشون با هم صحبت بکنیم. اجلاس امروز دوحه یک باشگاهی هست، یک کلوبی هست از صادر کنندگان گاز از دوروبر دنیا. 11 عضو بودند که اخیراً با اضافه شدن عمان اینها 12 تا شدند. اینها وضعشون به طور کلی با اوپک فرق میکنه، یک مقصد و راه دیگه ای دارن و بیشتر برای تبادل نظر هست و برای اینکه سیاست های گازی خودشون با همدیگه همگام بکنن، ولی به هیچ وجه به این اسمی که میگن اوپک گازی هست اسم صحیحی نیست و هیچ عملی مانند اوپک انجام نخواهند داد. آقای دکتر، یکی از مواردی که در اجلاس مطرح شده در این بیانیه پایانی در واقع اولویت این مجمع مشترک گازی هست، تنظیم قراردادهای بلند مدت بین صادرکنندگان و مصرف کنندگان گاز. فکر میکنید چقدر این امر امکان پذیره؟ به ویژه حالا در مورد ایران هم صحبت میکنیم با توجه به تغییراتی که بازار گاز در دنیا شاهدش هست. ببینید، بازار گاز با بازار نفت خیلی متفاوته. در دنیا بازار نفت هر جای دنیا قیمتش یکیه، همه نوع قراردادها شبیه به هم دیگه است. در بازار گاز تفاوت‌های عظیم هست. در امریکا قیمت گاز بسیار پایینه و امریکا خودش گاز تولید میکنه و الان صادر کننده گاز خواهد شد. امریکا به احتمال قوی تا 5 سال آینده سومین بزرگترین صادر کننده LNG در دنیا خواهد شد. اینه که در باز فروش به امریکا که امکان نداره. فروش به اروپا هم تحت دو شرایطه. یکی بازارهای در انگلیس هست که گاز با گاز رقابت میکنه، قیمتش در حدود 8-9 دلار میلیون BTU هست و یکم قیمت فروش گاز روسی هست به اروپا. در آسیا کاملا متفاوته. در آسیا قیمت گاز به قیمت نفت وصل است، همش هم قراردادهای دراز مدت هست. بنابراین این حرفایی که زده میشه تاکید اون چیزی هست که در حال حاضر وجود داره، وصل کردن گاز به قیمت نفت
و قرارداد دراز مدت اون چیزیه که در حال حاضر در جریان هست. بنابراین حرفایی که میشنویم حرفای خیلی جدیدی نیست. آقای دکتر، وقتی که بحث از این تکنولوژی‌های جدید مثل شیل گس اینا در واقع مطرح میشه، صحبت‌هایی هم هست که احتمالاً چین و هند دارن به اون سمت حرکت میکنن، چقدر این خطر هست برای کشورهای مثل ایران و قطر که به شکل سرمایه‌گذاری عمده‌ای رو دارن روی صادرات گازشون انجام میدن؟ ببینید، کشورهای مثل چین، این کشور مقدار زیادی منابع شیل گس داره، یعنی گاز شیل، که این بزرگترین در دنیاست. ولی توسعه اینها یک چیزی است که 10-15 سال طول میکشه و گرونه. امریکا با منابع کمتری ظرف 4 سال از وارد کننده تبدیل شده به صادر کننده. امکان این که در این در چین به در کوتاه مدت عملی بشه خیلی کم هست. در هند این منابع وجود نداره و هند یه مقدار منابع گازی داره که الان رو به افت هست و هند وارد کننده بزرگ گاز میمونه. چین هم وارد کننده بزرگ گاز میمونه. این منابع 2020-2025 هستن، نه منابع 2012-2013. آقای دکتر فشارکی، علت تأخیر طولانی که در فاز 12 پارس جنوبی شاهد هستیم، عدم توسعه فاز 11 و مسائلی که در پارس جنوبی باهاش روبرو هستیم، اینها ریشه‌اش در کجاست؟ شما در مطالعاتتون به چه نکاتی برخورد کردید؟ در پارس جنوبی الان تمام شرکت خارجی از اون خارج شدن، یعنی هیچ کسی نمونده. شرکت CNPC چین تعهد کرده در فاز 11 عملیات میکنه ولی انجام نداده، و اینی که تهدیدهایی که میشنوید در طریق شرکت نفت که اگه کار انجام ندی بگیریم خودمون انجام میدیم. بسیار اگر این کارها عملی بوده از طریق شرکت های داخلی انجام میشده. اینه که عدم سرمایه گذاری و عدم دسترسی به تکنولوژی، ولی بیشتر سرمایه گذاری زیادی که لازم هست، این باعث شده که اینها عقب بمونه. در حقیقت در ایران 9 فاز در حال عمل هست، در صورتی که در قطر معادله با این در حدود 20 فاز هست که از اون احتمالاً تا 22-23 هم در 1-2 سال آینده پیش خواهد رفت. بنابراین تقریباً 2.5 به 1 هست میزان بهره برداری بین ایران و قطر. این کاهش 50% که در تولید چاه‌ها در فازهای جدید 13 و 14 هست، اینها ناشی از چیست؟ اینها به خاطر تولیدات بزرگ گاز در قطر هست. ببینید، این مثل اینکه یک سینی بزرگ غذا هست و 2 نفر دارن ازش غذا میخورن. اگه کی سریعتر بخوره برای نفر دوم کمتر میمونه، و اون کسی که با سیاستهای خودش و برنامه خودش عقب میفته متاسفانه ضرر میکنه. اینها چون منبع مشترک تولیدش سریع و شدید از قطر، باعث افت تولید در ایران میشه، و این چیز کاملا طبیعیه که انتظارش هم بوده، ولی الان برای اولین بار این اثرات رو میبینیم. البته توجه بکنید فاز 13-14 در ایران داره کار نمیکنه که ما بتونیم قضاوت بکنیم. پیش بینی هست که اینها سقوط میکنن. در ایران فقط 9 فاز در حال کار هست و چند فاز در حال استخراج و اکتشاف. آقای دکتر منصور، این 5 میلیارد دلاری که آقای قلبانی صحبت از این میکنه که اختصاص دادن برای شتاب دادن به این پروژه ها در پارس جنوبی، فکر میکنید چه مقدار از مشکل رو حل خواهد کرد؟ که از مشکلاتی هم که ظاهرا باش دست و پنجه نرم میکنه مسئله مشکل آب شور هست، اونجوری که به اسم سالت واتر ظاهرا بهش در فرنگی گفته میشه. بله، ببینید، اینا یه مشکل پول هست، یه مشکل تکنولوژی هست، یه مشکل کانترکتر قرارداد چیای بزرگ هستن در دنیا که اونها همه زیر فشار امریکا، نه زیر فشار سازمان ملل. اینها همه از ایران دوری میکنن و میترسن که تحت شرایط مشکل مالی با امریکا قرار بگیرن. بنابراین این 5 میلیارد دلار یک عمل مثبتی هست، حتما یه کاری هم انجام میده، ولی این که بتونه فازهای ایران رو به سرعت توسعه بده و یه تغییر خیلی اساسی در سیستم بذاره، این به نظر من عملی نیست، ولی حتما جلوی سقوط‌ها رو میگیره و عمل مثبتی است. آقای دکتر منصور، بشنویم نظر شما رو در همین ارتباط اگه مطلبی دارید. و یک سوال دیگه هم دارم، این که آیا اساساً بازار انرژی دنیا از انرژی اتمی داره بیشتر به سمت گاز طبیعی حرکت میکنه؟
عرض کنم با تایید نظر جناب دکتر فشارکی، عرض کنم نکته ای رو بنده دارم و اون این که ببینید دولت ایران پیاپی اعلام میکند که 5 میلیارد دلار فلانجا صرف خواهد کرد، اخیراً هفته پیش گفته 60 میلیارد دلار برای ایجاد کار هزینه خواهد کرد در طی همین سال. اینا ارقامی است که اصولاً در بودجه پیش بینی نشده و نخستین سوالی که برای اقتصاد شناس مطرح اینه که خب از کجا میارید شما اینا رو؟ ردیف این پولا کجاست؟ شما که این پولا رو ندارید. ایران از نظر درآمدهای ارزی در معرض فشاره. به این ترتیب هم ملزم می‌فرمایید که قیمت ارز در ایران رو به بالا میره، دولت نمیتونه ارز لازم رو به بازار تزریق کنه. در این شرایط اولاً دید که این واقعیت داره یا نه. ولی اگر واقعیت داشته باشه قطعاً میتونه کمک بکنه برای اینکه وقتی یک طرف استخراج میکنه فشار گاز رو برای کشور دیگه کمتر میکنه و چاهاش از باروری میافتن. این درسته. ولی اینکه بازار انرژی جهانی آیا از انرژی اتمی به سوی گاز حرکت میکنه، ببینید مسئله قیمت برای عمدتاً در بازار و اینکه ببینیم کدوم انرژی دستیابتر و امنیت بیشتری داره و قابل دسترسی هست، بازار به توجه به این عوامل میکنه. مسئله بحث انرژی اتمی که در دنیا بوده سالها بعضی کشورها اعراض کردن، رو برگردوندن، به رفراندوم گذاشتن. در سوئد مثلا در رفراندوم رای نیاورد و قرار شد که تعطیل بشه. عرض کنم تمامی این عوامل وجود داره، ولی تا وقتی که انرژی ارزان قیمتی که با ملاحظات امنیتی لازم بتونه در اختیار صنایع قرار بگیره مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در این زمینه بخت صنعت گاز بالاست. آقای فشارکی نظر شما رو بشنویم. در طول چند سال گذشته سرمایه در واقع هزینه تولید گاز بسیار سیر نزولی رو طی کرده. شکرم که باز هم باید توجه کنید که هزینه به قیمت ربطی نداره. خیلی کشورها نفت رو تولید میکنن $2، $3 میفروشن $100. بنابراین باید به بازار نگاه بکنیم نه به هزینه. در دنیا حرکت به سوی گاز حرکت خیلی سریع و مهمی است و این اتفاقاتی که در مورد انرژی اتمی افتاده در بعضی کشورها، در ژاپن اثرات خیلی بزرگ گذاشته روی تقاضا برای گاز. قطع یا برنامه های انرژی اتمی در آلمان اثر میذاره روی گاز. ولی توجه بفرمایید که رشد بزرگ تقاضا در دنیا در شرق، اتفاقات در اروپا و امریکا اثرات بزرگ رو بازار انرژی دیگه نداره. اتفاقات در آسیا هست که اثرات بزرگ رو انرژی داره و در اون کشورهای آسیایی به جز ژاپن برنامه های انرژی اتمی هنوز همه سر جای خودش هست. اینها همه چیز رو لازم دارن، هم نفت لازم دارن، هم گاز لازم دارن، هم انرژی اتمی. و از این لحاظ این حرکت اینها باعث میشه که انرژی ارزان قیمت دیگه وجود نداره. این بازارهایی که بریم قیمتهای $100 و یا معادل اون برای همیشه برای دراز مدت خواهند بود و بعداً بالاتر هم خواهد رفت. آقای فشارکی 10-15 سال اگر پاسخ بفرمایید، علت عدم حضور آقای احمدی نژاد رو شما چه میبینه؟ من فکر کنم که این موضوعات داخلی هست و این معنای در بازار گاز و معنای به خصوصی در مورد این اجتماع اینها در دوحه نداشته. تشکر میکنم از شما آقای دکتر فریدون فشارکی. از شما هم سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور برای شرکت در این برنامه افق. مهمانهای فردای افق آقایان دکتر کاظم علمداری و آقای اکبر گنجی هستند. موضوع برنامه ایران، حمله نظامی یا مداخله انسان دوستانه. تا فردا و افق دیگر.